به نام خدا. سلام به شما بیننده های عزیز پخت و پز، آرزوی سلامتی، شادی و برکت براتون داریم در هر کجایی که بیننده ما هستید. امروز هم با قسمت دیگه از این برنامه اومدیم، به اتفاق جناب آقای بهرامی، سرآشپز خوب برنامه، با آموزش یک غذای دیگه. سلام خدمت همه عزیزان، امروز با یک غذا از خطه شمال در خدمتون هستیم. به به، غذاهای سیردار و خوشمزه و لذیذ. بله، برای آخر هفته ها مناسبه و جاهایی که رطوبت هوا زیاد هست همه هم بخورن دیگه. بله. چون سیرک یه نفر نخوره دیگه ممکنه که بله دوچار آزار بشه. اما میرزا قاسمی رو درست میکنیم، یکی از لذیذترین غذاهای شمالی، هم برای صبحانه میشه ازش استفاده کرد، هم غذای اصلی است و هم پیش غذا. البته این غذا اشتها رو باز میکنه، پس واژه پیش غذا شاید براش مناسب باشه. بغلش کباب ترش هم خوبه دیگه ان شاء الله. بله، خب امروز میریم داشته باشیم تو برنامه یه میرزا قاسمی خوب و خوشمزه دودی. الان وقت اونه که بریم سراغ مواد اولیه برای پخت غذای امروز که میرزا قاسمی هست. این غذا برای چیزی حدود 5 نفر تا 6 نفر مواد رو خدمتون عرض میکنم. بادمجان 1 کیلو نیاز داریم. البته بادمجان های درشت ترجیحاً، برای اینکه اگه بادمجان قلمی باشه کلی از گوشت بادمجان با پوستش دورریز میشه. 1 کیلو پس بادمجان قلمی نیاز داریم، اما کمی درشت. گوجه فرنگی نیاز داریم 250 گرم. سیر یکی از عناصر تشکیل دهنده اصلی این غذا، جزء عناصر اصلی. توی شمال ما 5 تا 6 حبه میتونیم ازش استفاده کنیم، توی تهران و مناطق خشک لطفاً از 2 تا 3 حبه بیشتر استفاده نکنید. تخم مرغ هم چیزی حدود 4 عدد نیاز داریم، بین 4 تا 5 عدد تخم مرغ های کوچک، 5 عدد متوسط، 4 عدد. بعضی ها به خاطر اینکه مخصوصا در فصول پاییز و زمستان که گوجه ها کمی رنگش کم میشه، از رب گوجه فرنگی هم در این غذا برای کمک کردن به رنگ غذا استفاده میکنن. چیزی حدود یک قاشق غذاخوری هم رب گوجه فرنگی در دسترسمون قرار میدیم که در صورت که گوجه ها رنگ خوبی نداشتن بتونیم ازش استفاده کنیم. همچنین نیاز به روغن مایع گیاهی داریم، چیزی حدود تقریبا 100 میلی لیتر روغن استفاده خواهیم کرد. نمک و فلفل سیاه هم ادویه های این غذا رو تشکیل خواهند داد به همراه عطر و رایحه سیر. رب رو باید جدا تفت بدن آماده کنن یا نه همون جوری؟ توی سسش که الان خدمت عزیزان عرض میکنم میتونن اگر دیدن رنگ گوجه کمه رب رو اضافه کنن. مرحله اول کباب کردن بادمجان. بادمجان ها رو لطف فرمایید این اطراف بادمجان رو بگیرید که در خلال کباب کردن دچار سوختگی نشه. بعد بهتر هست بادمجان ها رو چند تا حفره بزنیم. اگر خواستین توی طبیعت درستش کنید، میتونید یه آتشی درست کنید، بادمجان ها رو به سیخ بکشید و کباب کنید، یا اینکه اگر تو منازل دارین کار رو انجام میدید، یه شعله پخش کن روی گاز قرار میدید و بادمجان ها رو روی سطحش. فقط برای اینکه اذیتتون نکنه برای جابجا کردن، میتونید یه چنگال داخل این کلاهک بادمجان فرو ببرید که به عنوان دستگیره بتونیم برای چرخوندن ازش استفاده بکنیم. اجازه میدیم بادمجان ها با شعله متوسط اجاق کبابی بشن. اگر حرارت زیاد بشه باعث میشه که فقط رویه بادمجان ها بسوزه و مغز بادمجان خام باقی بمونه. تو این فاصله من باید گوجه فرنگی ها رو شروع کنم به خرد کردن. گوجه فرنگی ها رو میتونید رنده بکنید، یا میتونید اگه مثل من علاقه دارین که با کارد کار کنید، با کارد و تخته، میتونید گوجه فرنگی ها رو ساتوری بکنید. من ترجیح میدم که هم تمرینی است برای تخت کاری و هم لذت بردن از آشپزی در تمامی مراحلش، گوجه فرنگی هام رو ساتوری بکنم. برای ساتوری کردنشون ورقشون میکنم، خلال میکنم و ساتوری. این تابر من بذارم اینجا رو شعله. خیلی ممنون میشم. برای اینکه فقط شعله رو یکم کمتر بفرمایید ممنون میشم. وقتی بادمجان هام داره کباب میشه، گهگداری میچرخونم بادمجان ها رو، گوجه های ساتوری شده رو داخل ظرف میریزم و اجازه میدم آرام آرام این گوجه فرنگی ها تبدیل به سس این غذا بشه. تا شما این سس گوجه فرنگی رو آماده میکنید، من این طرف استودیو میام به بینندگان عزیز توضیح میدم راجع به ظروفی که تو آشپزخونمون داریم باهاش این میرزا قاسمی خوشمزه رو میپزیم. ما سرویس 5 پارچه ووک گرانیتی رو داریم، یک سرویس خوب و با کیفیت که تولید ایران هست و دلیل این که ما میگیم با کیفیت اینه که یک سال ضمانت داره از طرف تولید کننده، یعنی از تولید خودش، از محصول خودش اطمینان کامل رو داشته. این محصول تونسته نشان استاندارد ایران رو دریافت کنه، یعنی شما با خیال راحت میتونید خرید کنید، توش غذا بپزید،
و از سلامت غذایی که تو این ظروف دارید درست میکنید مطمئن باشید. به خاطر داشتن دیوارهای بلند اطراف محل آشپزی و گاز شما کثیف نمیشه، چون پاشش روغن و مواد غذایی در زمان هم زدن خیلی کم اتفاق میفته. قیمت این محصول خوب و کاربردی 199 هزار تومانه، اما شما قرار نیست این قیمت رو پرداخت کنید، چون تو برنامه پخت و پز 100 هزار تومان تخفیف وجود داره. به خاطر حمایت شما از تولید ایرانی، تولید کننده یک تخفیف فوق‌العاده در نظر گرفته. شما میتونید با 99 هزار تومان این محصول رو برای خودتون سفارش بدید. برای سفارش هم میتونید همین الان تلفن همراهو بردارید و عدد 3 رو به سامانه 1096-66 ارسال کنید. بعد از طرف تولید کننده با شما تماس میگیرن، ثبت سفارش میشه، محصول رو در منزل بهتون تحویل میدن. میریم توی آشپزخونه سراغ ادامه مراحل پخت. تا گوجه فرنگی هامون به حالت سس در بیاد، البته میتونید برای اینکه لذیذتر بشه یه مقدار که حرارت گرفت و کمی آب انداخت، میتونید بهش یه مقدار روغن فه بکنید، بذارید لذیذتر هم حالت سرخ شدن براش پیش بیاد، هم شبیه سس بشه. تا این اتفاق داره میفته، من بادمجان ها رو هم کبابی کردم، باید الان پوست اونها رو بگیرم بعد از اینکه سیرها رو ساتوری بکنم. میتونیم کاملا سیرها رو رنده بکنید، میتونید ساتوریش بکنید. وقتی که سیرها رو برش میزنیم، ترجیحاً برش های نیم سانت در نیم سانت داشته باشه، جلوی سوختن سیر گرفته میشه. اگر خیلی رنده ریز بکنید، احتمال سوختنش در زمان تفت هم افزایش پیدا میکنه. من سیرها رو مقدار کمتری استفاده میکنم که عزیزان هم بتونن در منزل وقتی درستش میکنن عامه پسند باشه و تندی سیر هم آزار نرسونه. تخم مرغ ها رو توی ظرفی میشکنم و این تخم مرغ ها رو کمی با چنگال باید بزنمشون. البته بهش یه کمکی هم نمک اضافه میکنم. دوستان عزیزم میتونن از اگر خواستن ادویه ای در این غذا استفاده بکنن به جز نمک و فلفل، یه کمی میتونن از زردچوبه هم استفاده بکنن. من پس تخم مرغ ها رو کمی با نمک و فلفل هم مزه دار بکنم. زردچوبه اضافه نمی کنم، چون میخوام به شکل شمالی اون در واقع و شکل اصیلش غذا رو درست کنم. تخم مرغ ها رو کمی میزنم تا از حالت لخته بودن خارج بشه و ادویه ها هم باهاش ترکیب بشه. تابه رو روی حرارت قرار میدم و اجازه میدم که تابه هم گرم شه، چون میخوام تخم مرغ ها رو نیم پزشون بکنم. فعلا تا تابه گرم شه میرم سر وقت بادمجان ها. بادمجان ها رو وقتی میخواید پوست بگیرید، بهتره که داخل ظرف آب این کار رو انجام بدید. بادمجان های کبابی شده رو، برای اینکه پوستش راحت تر جدا میشه، ضمناً دیگه به بدنه بادمجان هم نمیچسبه این پوسته ها. برای تست پخت بادمجان هم لطف کنید یه بادمجان رو بعد از کباب کردن یه مقدار فشار بدید. اگه دیدین بافتش نرمه و انگشت داخل بافت فرو میره، نشون میده پخت انجام شده. اگه دیدین بافت خیلی سفته، هنوز نیاز به پخت داره و اجازه بدیم به پخت کامل برسه بادمجان ها. و اگر یه کمکی از این پوسته های بادمجان توش بمونه، عطر و رایحه خوبی بهش میده. اگر حساس نیستید به طعم دودی، باید کاملا بادمجان ها را ساتوری بکنم. توی حجم های زیاد برای رستوران ها معمولا تو شمال چرخش میکنم. میبینید کاملا بادمجان ها پختش انجام شده، تابم هم گرم شده. باید تخم مرغ ها رو کمی شروع کنم نیم پز کردن. پس تو این مرحله با افزودن کمی روغن به تابه تخم مرغ ها رو میپزم. موقع پختن تخم مرغ ها بهتره یه مقدار اونها رو به هم بزنیم، بافت تخم مرغ رو، برای اینکه میخوایم حالت تکه تکه بشه، میخوایم بافت داشته باشه، نمیخوایم خیلی بافت صاف و یک دست از تخم مرغ ببینیم. همچنین سس گوجهمون رو هم کمی جابجا میکنیم که همه اطراف گوجه ها یکسان پخت بگیره. شروع میکنم تخم مرغ ها رو خرد کردن. پس موقع پخت تا یه بافت چند وچی بگیره هر تکه تخم مرغمون. این مرحله کمی زمان میبره. با تومنینه کار رو انجام بدید، چون اگه حرارت زیاد کنید تخم مرغ ها
خیلی خشک میشه بافتش و خواهد سوخت. ممنونم از شما جناب بهرامی. اما بینندگان عزیز، همونطور که گفتم، غذای ما امروز داره تو این سرویس پنج پارچه ووک گرانیتی پخته میشه. سرویس خوب و با کیفیتی که تولید ایران هست. از ویژگی‌هاش داشتن پوشش نچسب گرانیتیه که به نسبت پوشش‌های مثل تفلون یک پوشش جدید به حساب میاد. خاصیت نچسبش بیشتر مواد به اون نمیچسبه، نمیسوزه، عطر و طعم غذاتون حفظ میشه. میتونید یه آشپزی خوب و آسون رو تجربه کنید باهاش. شستشوی بسیار آسونی رو هم خواهید داشت. درهای پیرکس داره با سوپاپ اطمینان و استیل ضد زنگ. به راحتی میتونید غذا رو ببینید که در چه مرحله ای از پخت قرار داره. بخارات اضافه هم از این قسمت خارج میشه. رنگ‌هاش هم رنگ‌های زیبایی، مقاوم در برابر حرارت و همینطور دستگیره‌ها هم دسته‌های نسوز و مقاوم در برابر حرارت. این سرویس ووک گرانیتی 5 پارچه قیمتش 199 هزار تومانه، اما شما میتونید با یک تخفیف خوب 100 هزار تومانی فقط با 99 هزار تومانی محصول رو در منزل دریافت کنید. چطوری باید سفارش بدید؟ همین الان میتونید تلفن همراه رو بردارید و عدد 3 رو به سامانه 1096-66 ارسال کنید. با شما تماس میگیرن، ثبت سفارش انجام میشه و بعد از اون نمایندگی های شرکت در سراسر کشور این محصول رو میارن در منزل به شما عزیزان تحویل میدن. آقا بادمجون ها تو چه مرحله ایه؟ بادمجون ها ساتوری شده، سیر هم آماده است، سس گوجه‌مون هم حاضر شده. تابه ای رو گرم میکنیم، روغن بهش اضافه میکنیم و میبریمش روی حرارت. یه مقدار که گرما، البته چون از قبل تر تابه رو گرم کردم، یه مقدار آمادگی این رو داره که پخت از همین حالا شروع بشه. این مهمترین قسمت میرزا قاسمیه دیگه. این سیر اگه نباشه اصلا این غذا عطر و بوش تقریبا گنگ و مبهمه، حتی با بادمجان های کبابی شده. سیر رو فقط کمی تف میدیم. عطر سیر که به مشام رسید، بادمجان ها هم اضافه میشه. پس سیر رو نسوزونید لطفاً، چون خیلی سریع میسوزه و طعم تلخی به غذامون میده. به جای اینکه بعد از اینکه توی روغن داغ رفت، بادمجان ها اضافه میشه. عطرش کمی بلند شد، بادمجان ها رو هم اضافه میکنیم. این بادمجان ها باید کمی تفت بخوره داخل تابه به همراه سیر و بعد از آن که کمی تفت خورد، ما بهش تخم مرغ ها رو اضافه میکنیم و سس گوجمون رو. الان عطر بادمجان ها با سیر داره، بله، یه عطر خوب میشه، بوی کبابی بادمجان ها و عطر سیر. حالا زمانی است که من باید بهش تخم مرغ ها و گوجه رو هم اضافه بکنم. متشکرم. تخم مرغ رو کمی هم میزنیم به همراه مواد. بله، کاملا میشه زیر و روش کرد و رنگ سسمون خوبه. اگر نیاز بود کمی میتونیم بهش رب هم اضافه بکنیم. من فقط کافیست نمک و فلفل غذام رو با توجه به نمکی که توی تخم مرغ زدم اندازه بکنم و اجازه بدم که این خوراک الان چیز حدود 10 دقیقه یک رب جا بیفته. میرزا قاسمی خوشمزه ما آماده شد و جناب بهرامی هم بسیار زیبا تزیینش کردن. لطف دارین. اما این غذا بسیار لذیذه برای عزیزانی که دوست دارن طعم‌های دودی رو. و یه نکته، اگه خواستین که کمتر دردسر برای کباب کردنش داشته باشین، بادمجان ها رو با چنگال حفره بزنید، چربش کنید، تو فر 180 درجه سانتیگراد طبقه وسط فر قرار بدین، یه چیزی حدود 30 دقیقه که بمونه بادمجان ها میپزه. بعد یکی دو تاشو روی گاز حالت کبابی بکنید که عطر دود رو هم داشته باشه. اینجوری خیلی سریعتر به نتیجه میرسید و بوی دود خونه رو بر نمیداره. طعمش هم یکم ترکیبی میشه. دقیقاً. تنوری و کبابی. اما غذای خوشمزه ما امروز توی سرویس پنج پارچه ووک گرانیتی پخته شد. اینجا یک نمونهش رو جلوی من می‌بینید. 3 عدد تابه داره، کوچک، متوسط، بزرگ، 2 تا در داره، درهای پیرکس سوپاپ دار. این سرویس عزیزان نشان استاندارد ایران داره و به خاطر داشتن دیوارهای بلند به شما این امکان رو میده غذاهای مختلف، انواع خورش، برنج و سوپ رو داخلش بپزید. قیمت این محصول خوب و با کیفیت 199 هزار تومانه، اما تو این برنامه 100 هزار تومان تخفیف فوق‌العاده وجود داره. یعنی یک موقعیت خوب خرید هست. اگر دوست دارید با قیمت 99 هزار تومان تو آشپزخونه منزل یا محل کارتون این محصول خوب رو داشته باشید، میتونید همین الان با تلفن همراه عدد 3 رو به سامانه 1096-66 ارسال کنید. با شما تماس میگیرن، ثبت سفارش انجام میشه و 160 نماینده تولید کننده در سراسر کشور
محصول رو در منزل به شما تحویل میدن. در زمان تحویل کالا هم میتونید مبلغ رو پرداخت کنید. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید. تا قسمتی دیگه از برنامه پخت و پز همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون. در کنار خانواده لحظات خوبی رو سپری کنید. خیلی بزرگ. Thank you.